اطلاع. مامایی یکی از قدیمی ترین حرفه های دنیاست که حتی بنابر شواهدی از مصر باستان چند هزار سال قدمت داره. بریتانیا اولین کشوریه که به حرفه مامایی جنبه قانونی بخشید. برای اینکه بیشتر در این مورد بدونم، به دیدن فرانسیس دی استرک، مدیر انجمن سلطنتی ماماها در لندن رفتم. در سال 1902 در بریتانیا، حرفه مامایی در قانون به ثبت رسید. بذار پروانه کار اولین ماما رو نشونتون بدم که این خانم در سال 1903 در انجمن مرکزی ماماها ثبت نام کرد. در قدیم ماماها در همون محلی که زندگی می‌کردن ارائه خدمت می‌دادن. اونا دوچرخه داشتن تا بتونن از خونهی به خونهی دیگه برن. به رسمیت شناخته شدن حرفه مامایی در سال 1902 در انگلیس باعث کاهش چشمگیری در میزان مرگ و میر مادر و نوزاد شد. ولی تشکیل NHS یا خدمات بهداشت ملی بود که شرایط رو هم برای ماماها و هم برای مادرها به طور چشمگیری بهتر کرد. برای ماماها بازار کار و شرایط استخدام مطمئن و برای مادرها فضای امن و خدمات مناسب برای به دنیا آوردن نوزادشون. فائزه سفری یکی از ماماهای بیمارستان سنت توماس لندنه که سالها در ایران هم ماما بوده. انگلستان در حال حاضر سیستم بهداشتی اینطوری اجرا میشه که وقتی که یک خانومی متوجه بارداریش میشه توسط اون مرکز بهداشتی محلیش به ماما ارجاع داده میشه و در صورتی که حاملگی نرمال باشه مراقبت‌های بارداری تحت نظر میدوایف صورت میگیره و پیش میره و در صورتی که هر نوع ابنرمالیتی اینجا وجود داشته باشه ماما هستش که خانم باردار رو ارجاع میده به متخصص زنان. اگر همین سیستم به نحوی مشابه در ایران اجرا بشه در این صورت هم به اقتصاد خانواده کمک میشه و هم این یه رابطه تنگاتنگ بین ماما و متخصص ایجاد میکنه. هنوز در ایران تعداد مرگ و میر مادرها، میزان مرگ و میر مادرها هنوز بالاست، خیلی بیشتر از کشورهای اروپایی یا بریتانیا برای مثال. چرا این تعداد هنوز متفاوته؟ در انگلستان آمار مرگ و میر مادران چیزی حدود 8 مادر در 100 هزار تولد زنده است، در صورتی که این آمار در ایران چیزی حدود 76 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده است. عوارض بعد از سزارین یکی از عامل‌های اصلی مرگ و میر مادران هستش. عوارضی مثل عفونت، خونریزی و عفونت‌های بیمارستانی. به دنیا آوردن بچه شاید حساس‌ترین و برجسته‌ترین واقعه زندگی یک زنه. ولی هنوز سالانه در دنیا بیش از 350 هزار مادر از عوارض زایمان و بارداری جونشون از دست میدن. امروزه جهان بیش از هر زمان دیگه ای احتیاج به ماما داره. این شعار امسال روز جهانی ماماست. تا روزی که زندگی دادن باعث از دست رفتن زندگی دیگه ای نشه. آزاده خطیری، BBC.